استاد بزرگوار بر ما بگین که از نظر شرعی مرزبندی در بین کشورهای اسلامی درست هست و یا خیر بسم الله الرحمن الرحیم با سلام مجدد خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز استاد اصلا اسلام نامده که چیز به نام مرز بانه. اسلام آمد که مرزها را برداره اسلام آمد که نژادها نجاد پرستی، مذهب پرستی، سمت پرستی، قوم پرستی اینها رو بردارن اسلام آمد تا نظام خاک پرستی رو دور کنه پس در اسلام چیزی به نام مرز در بین کشورها نیست و این مرزها به طور قراردادی در میان کشورها ساخته شده و متاسفانه بدبختانه که این مرزها در جامعه اسلامی و جوامع اسلامی را توته و پارچه و تکه تکه کرد شما ببینید مرزهایی که در بین افغانستان و پاکستان افغانستان و ایران چین و ای کشورهای دیگه که داریم همه منازفی است هر روز بر بالای شک جنجال است حالا که کشور پاکستان هم یک سرزمین اسلامی افغانستان هم سرزمین اسلامی ایران هم سرزمین اسلامی تاجکستان هم سرزمین اسلامی فقط این محیط ما حول افغانستان خود ببینیم استعمار آمد کشورهای اسلامی امپراتوری های که اسلام داشت تکه تکش کرد پارچه پارچه سا و بزرگترین ضربه را از این طریق به پیکر اسلام وارد کرد اما خودشان ببینن چندین کشور یک جا شدن یک سازمان مثال بزرگ, بزرگ را به نام ناتو برا انداخت خود کردند کردن ساختن اما کشورهای اسلامی را امی ها کردند تکه, تکه کردن بریتانی آمد تکه تکه کرد افغانستان تک تکه کرد حالا ببینین ایران و خلیج هست یکیش میگه که خلیج مربوط عرب است دیگهش میگه خلیج مربوط ایران است سری نمق گپ کتابا نوشته میکنن تاریخ ما زرداشت اینی بود این تاریخ از پدرای ما سی سرزمین به نام ماست خلیج فارس هست. او سچیغ میزن عرب که نیخی سرزمین سرزمین ماست خلیج عرب است امین نام گذاشتن یا مرز جور کردن یا تمامش باعث شد که اسلام متاسفانه از روح از او بزرگی که داشت از بین برم خودشان دقونده خیر ششتن خود درست کردن ناتو درست کردن پول مشترک جور کردن حتی ببینین در بین کشورهایشان شما برین چیز بنام ویزا وجود نداره راحت میرن میان اما بدبختانه مریض ما در پشت سفارت ایران وفات میکن کشور اسلامی بزرگترین امپراتوری را ما به زمین در آوردیم به خاطر از که تعصب داره وجود داشت ما قسطنطنیه را فتح کردیم اسپانیا را فتح کردیم هیچ چیز به نام کشور نبود تمامش به بود که اسلام برسانیم و دین حق به مردم برسانیم و متاسفانه دشمن های کار را تانستن کرده چرا علت اساسی چی است؟ چرا دیگران میتونن خود یک جا بسازند اما امت اسلامی نمیتانند علت چیست با وجود از ای که وجوه مشترک در بین ما است دین ما یکی است مسلمان هستیم قبله ما یکی است پیامبر ما یکی است قرآن ما یکی است یک الله را عبادت میکنیم این همه وجوه مشترک دینی داریم با وجود این همه وجوهات بازم جور نمی متاسفانه یکی به سر دیگری میزنیم و کشورها را مرز مرز کردیم با امید روز هستیم که انشالله این مرز ها برداشته شود بلشوند. یکی از بزرگای فرانسه به نام هولوگو ده. یک داستان بسیار جالب را میگفت میگه ما ششته بودیم چند نفر در بین هم دیگر و صندوق مانده بود رای گیری میشد رای گیری شد یک نفر رئیس مقرر شد میگم من می گفتم که پدرا و پدر کلانای ما را می گفتیم که بیایم بشینیم یک نفر کاندید شو و ما برش رای بتیم گفت می خندیدن گفت حالا ما یک نظر بر شما می گفت بیاین تمام کشورهایی که ما هستیم کل ما یک جا شویم یک نظام یک حکومت داشته باشیم یک قلم رو داشته باشیم یک فرمان باشه گفت شما به ما می خندی. حالا ما از همیجه صدا می کنم ببین کشورهای اسلامی که هستند. به می کسایی که رئیس جمهور هستن هر چی که هستن به کسایی که در رأس اسلام هستن بیاین مرزای خرافی و مرزایی که ما رو تباه کرد اسلام رو تبا کرد در یک قریه ببینی که اگر در یک مذهب باشه کسی دیگه در رفت پایاش میدامش چرا ای باعث همین شد تفرق اندازی ها کلش باعث شد در اینی سرزمین اینی مذهب است اینی فرهنگ است نباید در سرزمین دیگه که فرهنگ انجام شد نباید شوه خلاف او سرزمین است چرا فرهنگت یکی دینت یکی خدایت یکی پیامبرت، یکی قرآن یکی کعبه تمام وجوه های مشترک داری باز هم یکی با سر دیگری میزنی کل علت اساسیش همین سرزمین های است که تکه شما ببینید استاد گرامی افغانستان در زیر فقر است زیر خط سرخ فقر است اما سعودی قطر کشورهای عربی تمامشان در, در پول پیسه بازی میکنن یکی شما چند وقت پیش خبر شدیم که به خاطر با دختر خود یک خانه را طلا جور کرده حتی تشنابش طلا است امروز مسلمان های افغانستان چیزی به خوردن نداره چرا مرا چی به مردم افغانستان کشورش میفهمه و سرزمینش میفهمه و رئیس جمهورش میفهمه میفهم و مردمش میفهمه مرا حالا نیره نمیگه که کل کشور کشور اسلامی وطن ما اسلام مسلمان کل مسلمان هستیم یک کلیمه رو میخوانیم متاسفانه این بدبختی آمد والله متعال هیچگاه ای بدبختی ها رو دور نمیکنه تا که ملتها خود را نسازن الله متعال در قرآن کریم می فرمه الله لا یغیر ما به قوم حتی ما بأنفسهم. خدا هیچ ملت را تغییر نمیته تو ملت خدا تغییر نته شاعر میگه که خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت با آن ملت سروکاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت امروز بدبختی ما از همین جاست موفق باشیم جزاکم الله سلامت باشین تشکر از شما